با درود خدمت تمامی سروران کشتی دوستان و همراهان همیشه یه کانال حسین نظری MMA از شهر روم پایتخت ایتالیا در خدمت شما عزیزان هستم. فینال وزن 130 کیلوگرم از سری مسابقات جام ماتو پلیکونه ایتالیا تا کشتی های عزیزانمون چند دقیقه زمان داریم، گفتم فینال این وزن رو با هم ببینیم، احتمالا فینال جذابی خواهد بود، فینالی که در اون رضا کایال با دونده آبی کشتیگر ترکیه، کشتیگر پر آوازه ترک در مقابل سبا شریعتی دلاور کشورمون که برای کشور آذربایجان کشتی میگیره، یعنی ترکیه در مقابل آذربایجان. سبا شریعتی با دونده قرمز و رضا کایال با دونده آبی به روی تشک رفتن. سبا شریعتی کشتی های خوبی گرفت و خودش رو به فینال رسوند. از اون برم رضا کایاب کشتیگیره پر آوازه ترک خودش رو به فینال رسوند. ببینیم چه میکنن. تا به اینجای کار که رضا کایاب بهتر کار کرده، دستاش تحت فشار گذاشت سبا شریعتی رو و تشک خارجش کرد، یک امتیاز برای خودش ثبت کرد. همچنان هم رو به جلو هست، قد قامت کوتاهی داره ولی پرقدرت و تکنیکی هست، میدان دیده هست، طلاها و برنز و نقره های بسیار زیادی داره، یکی از پر افتخارترین کشتیگیرهای ترکیه هستش و همچنین در قهرمانی اروپا حدود 10 بار طلا گرفته، 1 بار نقره گرفته فقط در قهرمانی اروپا و یکی از رکوردداران این رشته هستش در اروپا. سالهای 2010، 12، 13، 14، 16، 17، 18، 19، 21 و 22 طلای قهرمانی اروپا رو گرفت. در سال 2011 فقط یه دونه نقره داره تو قهرمانی اروپا، یعنی هر وقت اومد تو قهرمانی اروپا طلا گرفتیم بشر. قد قامتی کوتاه ولی پرقدرت. ببینیم اینجا هم باز تحت فشار میذاره سبا شریعتی رو و در خاک مینشونن سبا شریعتی رو. یک امتیاز دیگه برای رضا کایاب درخواست میشه. نتیجه کشتی 2-0 میشه. حالا وضعیت مناسب رو داور تذکر میده به سبا شریعتی. سبا شریعتی دلاور کشورمون که سالهایی هست در کشور آذربایجان زندگی میکنه و برای این کشور کشتی میگیره. سبا شریعتی هم برنز المپیک ریو رو داره در سال 2016، بازی های اروپایی برونز گرفته در سال 2019 و نقره هم در سال 2015 گرفته بازی های اروپایی. برونز هم بستگی کشورهای اسلامی رو هم داره سبا شریعتی. ببینیم چه میکنه در خاک. خوب داره جابجا میشه سبا شریعتی. کنده رو بله میتابونه و دو امتیاز دیگه میگیره. نتیجه کشتی 4-0 میشه. میره برای یک بار دیگه کنده کشی، یعنی میتونه. نه خوب داره جابجا میشه. نه فکر میکنم یک بار دیگه میکنه و نه نتونست به تابونه. ناکش دیگه اتشک خارج شدن، ولی بار اول خوب تابون. چه قدرتی داره، فکرشو بکنید. سبا شریعتی کاملا درشتر و سنگینتر نشون میده نسبت به رضا کایار، ولی از تکنیک و تجربه بالای خودش استفاده میکنه و میتابونه و دو امتیاز دیگه میگیره. نتیجه کشتی 4-0 میشه به سود رضا کایار. عنواندار جهان هست، کشتیگیر نام‌آوازه ترک، همین چهره. برنز المپیک 2012 رو داره این ور سبا شریعتی دلاور کشورمون که البته عرض کردم برای آذربایجان کشتی میگه، الان در تیم آذربایجان هستش. تو جام جهانی کشتی در سال 2017 نقره گرفت در آبادان، در سال 2015 طلا گرفت در تهران، در سال 2014 برنز گرفت. پس یه طلا، نقره و برنز جام جهانی کشتی رو یدک میکشه سبا شریعتی. ببینیم نتیجه 4-0 هست به سود رضا کایار. کشتی آروم و منطقی گرفت و 4 امتیاز برای خودش تو گلک انداخته. ببینیم چه میکنه در ادامه کار. سبا شریعتی مطمئنه میاد که 3 دقیقه دوم رو طوفانی شروع کنه تا
رضا کاهل رو در خاک بنشونم، ولی ببینید گرس و محکم وایستاده مثل یه ستون فولادی، از جاش تکون نمیخوره. داور تذکر میده که ضربه نزنه به رضا کاهل، یه ضربه سری هم خورد به رضا کاهل که مطمئنا عمدی نبود. البته من بعدن که با سبا شریعتی مصاحبه ای داشتم گفتش که من 2 سال از مسابقات دور بودم به خاطر کرونا، های بالا پایین میشد، شل و سفت میشد، اعزام داشتیم نداشتیم، به همین خاطر از آمادگی نسبی برخوردار بودم و اون آمادگی 100% خودم رو نداشتم. ولی خب کشتی های خوبی گرفت و خودش رو تونست به فینال برسونه و فینال هم در مقابل این کشتیگیری نامآوازه ترک ها قرار گرفته. رضا کاهل عنواندار جهان، اروپا و المپیک، برنز المپیک 2012 رو داره، نقره ریو 2016، برنز توکیو در سال 2020 رو داره. کشتیگیر فنی و بسیار با تجربه هست. طلای قهرمانی جهان رو در لاس وگاس گرفت 2015، طلای قهرمانی جهان در پاریس گرفت 2017، 2019 در نور سلطان طلا گرفت، در سال 2011 هم طلا گرفت در استانبول، نقره بوداپست رو داره در 2013، نقره تاشکند رو در 2014. واقعا مثل لوپز افسانه کوبایی مدال های رنگارنگ زیادی داره در ویترین خودش. همچنان رو دسته هم دیگه کار میکنن. الازالا سبا شریعتی گوز میکنه ولی واقعا زورش نمیرسه به این کشتیگیر ترک. پاها رو ستون کرده و اصلا نمیخواد عقب بکشه. ببینیم هر چقدر تحت فشار میزه دست زیر کتف، ولی خب اصلا جا به جا نمیشه این بشر. راستی هم دیگه کار میکنه از این دست زیر کتف و واقعا پرقدرت و گلدار هست این رضا کاهل. ببینیم چه میکنه سبا شریعتی در ادامه کار برای کشور آذربایجان. ما در این بس تو این دور از مسابقات شرکت کننده نداشتیم، ما فقط در 7 وزن شرکت کردیم. همچنان رو سرگردان هم دیگه کار میکنن. 25 ثانیه فقط تا پایان کشتی زمان هست و فکر نمی کنم سبا شریعتی دیگه بتونه از این کشتی گیره ترک امتیازی بتونه بگیره. 10 ثانیه کاملا راه کشتی رو بسته، رو به عقب هم نیست رضا کاهل که بهش اختار بدن. دستاش کار میکنه و کشتی رو اداره میکنه، یه ضربه هم حالا میزنه، ولی خب چون پایان کشتی هست دیگه داور اختاری بهشون نمیده و کشتی به پایان میرسه. چهره دلاور کشورمون که برای آذربایجان کشتی میگیره سبا شریعتی مدال نقره. تبریک میگیم به سبا شریعتی عزیز، البته برای کشور آذربایجان. به هر حال ایرانی همه جای دنیا ایرانی هست و همه میدونن که این مدال نقره برای یک ایرانی ثبت میشه، ولی برای کشور آذربایجان. دوستان تا درودی دیگر، بدرود.